زنجیره انسانی 2500 نفره مردم اهواز علیه طرح رژیم آخوندی برای انتقال آب کارون، اعتصاب 750 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان، اعتراض دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم انسانی قم، اعتراضات دانشجویان دانشگاه هرمزگان، حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه، اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج و هلاکت 5 پاسدار جنایت پیشه در غرب ایران. بیش از 2500 تن از مردم اهواز عصر روز جمعه چهارمین زنجیره انسانی را تشکیل دادند و به انتقال آب رودخانه کارون توسط رژیم آخوندی اعتراض کردند. این زنجیره انسانی در کنار جاده ساحلی روبروی کتابخانه مرکزی اهواز تشکیل شد. اعتصاب 750 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان همچنان ادامه دارد. آنها از روز دوشنبه ششم آبان در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش سال 91 و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران به اقدام‌های سرکوبگرانه حراست و ضرب و شتم یک دختر دانشجو به بهانه آخوندساختی بدحجابی اعتراض کردند. آنها خواستار برکناری رئیس مزدور دانشگاه شدند. دانشجویان دانشگاه هرمزگان در اعتراض به شرایط بد خدماتی دانشگاه به ویژه وضعیت نابسامان و اسفبار سرویس رفت و برگشت تجمع کردند. دانشجویان طی هفته گذشته 4 روز پیاپی مقابل ساختمان رئیس مزدور دانشگاه و در خروجی دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. جمعی از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم در اعتراض به سانسور و محدودیت‌های اینترنتی توسط رژیم آخوندی در مقابل دانشکده تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ساوه در اعتراض به وضعیت نابسامان دانشگاه به ویژه وضعیت خدماتی تجمع کردند. کلیه زندانیان سیاسی سالن 12 زندان گوهردشت کرج در اعتراض به نصب دستگاه‌های پارازیت اعلام کردند از روز شنبه 11 آبان به مدت 3 روز اعتصاب می‌کنند و از گرفتن جیره غذایی اجتناب خواهند کرد. ارسال پارازیت در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج باعث ناراحتی‌های همچون سردرد و سرگیجه شده است. رژیم آخوندی به این وسیله می‌خواهد مانع ارتباطات تلفنی زندانیان با بیرون شود. تلویزیون العربیه خبر داد 5 عضو سپاه پاسداران به دست حزب حیات و آزادی کردستان معروف به پژاک در غرب ایران کشته شدند. یکی از فرماندهان پژاک این خبر را تایید کرد.